سلام دوشنبه ده تیر 92 اول جولای 2013 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول اینکه هزاران نفر از مخالفان آقای مرسی رئیس جمهوری مصر در میدان تحریر قاهره در اسکندریه و بسیاری نقاط دیگر مصر دیروز به خیابان ها آمدند شب را هم خیلی از مردم در خیابان گذراندند و اعلام کردند تا استعفای آقای مرسی در میدان تحریر و خیابان خواهند ماند موافقان آقای مرسی هم به خیابان آمدند اما تعدادشون انصافا قابل مقایسه با مخالفین نیست اگرچه تظاهرات آرام بود اما خبرگزاری فرانسه صحبت کرده که پنج کشته و صدها زخمی به جا مونده در درگیری هایی که در پاره شهرهای مصر بین موافقان و مخالفان به وقوع پیوسته دفتر آقای مرسی بیانیه ای داده و عنوان کرده که آقای مرسی پذیرفته اشتباهاتی رخ داده و در صدد جبران بر حال حوادث مصر که نشان میده مسئله اخوان المسلمین و تندروی های اونها و یا انحصار طلبی هاشون در اسلام گرایی مورد موافقت بسیاری از اقشار مدرن و میانه جامعه نیست موجب حرکت هایی شده که مطمئنا به کل منطقه و دنیای اسلام هم تأثیر خواهد گذاشت نکته دوم که آقای محمد باقر زلغدر سردار سپاه که معاون سیاسی قوه قضایی هم هستش عنوان کرده که به زودی شبکه تلویزیونی قوه قضایی راه میفته به قول بعضی ها به شوخی گفته بودن لابد میخوان توی اون اعدام ها رو نشون بدن آقای جواد لاریجانی مسئول حقوق بشر قوه قضایی هم گفتند که با حضور احمد شهید در ایران مخالفیم چون اخبارش رو از سایت های مخالف جمهوری اسلامی میگیره معلوم نیست آقای احمد شهید بارها گفته بگذارند بره ایران با مقامات ایران حرف بزنه از نزدیک اوزار رو ببینه وقتی راهش رو میبندند آقای احمد شهید از کجا باید اطلاعات و اخبارش رو بگیره آقای محمد نوریزاد هم در نامه خطاب به آقای خامنه این موضوع مهم و جدی رو مطرح کرده و گفته که اعتیاد در بین مسئولین و آلودگی به مواد مخدر بالاست و فردی که چنین مشکلی داره چگونه میتونه عهدهدار مسئولیت بشه در کشور و پیشنهاد کرده گفته که مسئولین آزمایش عدم اعتیاد بدن و با زیرکی گفته خوب آقای خامنه ای خودش تو این کار پیش قدم بشه برای اینکه دیگران هم بیان و این کار رو بکنن البته کنایه از اینکه اولین کسی که آلودگی به تریاک و مخدرات داره خود آقای خامنه است خانواده آیت الله بهشتی هم امسال هم اجازه برگزاری مراسم مستقل برای بهشتی در هفتم تیرماه رو نیافتند اگرچه در پاره نقاط بزرگ داشتهایی رو حکومت برگزار کرد وزارت ارشاد هم اجازه نصب بیلبورد برای فیلم گذشته ساخته از فرهادی رو نداد اگرچه این فیلم روی پرده سینما ها با استقبال خوب مردم مواجه شد نکته سوم اینکه ستاد ائمه جمعه هم که مستقیم از آقای خامنه ای دستور میگیره چرخش کرده و شروع به تعریف از آقای روحانی کرده و انگار نه انگار که تا همین دو هفته پیش اونطور جبه بندی میکردن روزنامه کیهان هم در سرمقاله امروز خودش مطرح کرده که اصلاح طلبان میخوان خودشون رو به روحانی به چسبانند بعد از اینکه مدتی است میگه روحانی اصلا اصولگرا بوده و هیچ ربطی به اصلاح طلب ها نداره و بعد هم گفته که به آقای روحانی اختار کرده که وزراش رو از و معاون اولش رو از بین اصحاب فتنه نباید انتخاب بکنه از اون خط و نشون کشیدن هایی که گفته میشه آقای خامنه ای هم در دو ملاقاتی که با آقای روحانی داشته مسئله جنبش سبز رو به عنوان خط قرمز خودش مطرح کرده از سوی دیگه سایت الف به روزنامه کیهان در مقاله بسیار تند حمله کرده و گفته مردم به شما نگفتند و خود در واقع این ماجرای رئیس جمهور دزدی بعد از رای دزدی که نسب این کیهان و خیلی از این حضرات آدم کش شده حداقل از بین بخش های فهمیده ها باهاش مخالفت شده و حرف ها این است که بپذیریم که در میان مردم محبوبیتی نداریم اما نکته آخر اینکه آقای رحیمی معاون اول احمدی نژاد فرمودند که احمدی نژاد محبوبیت جهانی داره اندکی سب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی